خوشحاله برای روز وداع خود سروده از زبان خودش بشنفت. رفت آنجا یاد گذشته ها حتی آینده ها به یاد ما و تاریخ خودشون باشن. میگه یعنی میگم ساقی محفل ما چون شد پیر رفت و در باغ در میکده شد سالها پنبه زدن من آقابت پنبه مهم زده شد. امیدوارم آینده خیلی زود خیلی نزدیک ما هم به طریقی نه من ما همه دنیا از این اختناق از این جنگ از این نابرابری ها نجات پیدا کنیم. جنازم تو ببینی مگو فراغ فراغ مرا به سال ملاقات آن زمان باشد. مرا به گور سپاری مگو ودا ودا که گور پرده جمعیت جنان باشد. فرو شدن تو بدیدی برآمدن بنگر غروب شمس و قمر را چه زیان باشد. تو را غروب نماید ولی شروع بود لحد تو حبس نماید خلاص جان باشد. کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست چرا به دانه انسانت این گمان باشد. کدام در فرو رفت و خربرون نامد ز چاه یوسف جان را چرا فغان باشد. جهان دهان چو بستی از این سوی آن طرف بگشا که های هوی تو در جب لامکان باشد. تو را چنین بنماید که من به خواب شدم به زیر پای من این هفت آسمان باشد. خوش آمد میگم به دوستان، میهمانان، اعضای فامیل و بستگان که محبت کردن در روز ابتدای هفته تشریف آوردن برای مراسم یاد بوده استاد اصغر بیچاره. دو سه تا نکته کوچیک. این مراسم یاد بود و جشنی هستش برای مرور خاطراتی درباره اصغر بیچاره و فعالیت های او و تمام تلاشمون این هستش که با یک روحیه شاد و خیلی خوب این مراسم رو برگزار بکنیم. اصغر بیچاره در سال 1309 در تهران متولد شد و کارش رو به عنوان عکاس و کپیکار عکس‌های فیلم‌های خارجی برای ویترین سینما از سال 1325 آغاز کرد. شروع فعالیت او در سینما با فیلمی با عکاسی از فیلم دستکش سفید ساخته مرحوم پرویز خطیبی در سال 1330 بود و همچنین به جور بازیگری و عکاسی مسئولیت های دیگری همچون مدیریت تهیه، طراحی صحنه و مدیریت تدارکات رو سالهای سال در سینما بر عهده داشت. او کپی کردن عکس های فیلم دختر لور رو به عنوان نخستین فیلم ناطق سینمای ایران در جوانی بر عهده داشت و با فیلم مکر ابلیس به صورت حرفه‌ای در سال 1341 وارد سینما شد و در طول حیات خود برای 38 فیلم عکاسی کرد که آخرینش ناخدا خورشید ساخته ناصر طباری بود و در کارنامه او وظایف مختلفی همچون دستیاری فیلمبرداری، فیلمبرداری و مدیریت تولید به چشم می‌خوره. او همچنین یک تجربه فیلمسازی داشت در سال 59 با عنوان فیلم سند زنده و بیش از همه اینها تجربیات جست و گریخته ای هم در زمینه بازیگری داشت. نخستین بار در فیلم لیلی و مجنون ساخته ی علی محمد نوربخش در سال 35 جلوی دوربین رفت و آخرین بار در سال 1390 برای غلام رضا آزادی در فیلم مامان قبیله من بازی کرد و همچنین یک تجربه
سریالی داره، آخرین کار بهزاد فرهانی که پیغام اختصاصی هم برای این مراسم فرستاده به عنوان حماسه آرد که متاسفانه توقیف شد و هیچ وقت پخش نشد. خواهش می‌کنم پلیز پارت 1 نمیدونم چی بگم. خب خاطرات بابا زیاد دارم.